در روز 15 شهریور 1396 سازمان مجاهدین خلق ایران در اجتماع بزرگ خود به ریاست خانم زهره اخیانی که همزمان در تیرانا، برلین، پاریس، زوریخ، استکهلم و لندن برگزار شد، در آغاز 53 سالگرد تأسیس خود خانم زهرا مریخی را به اتفاق آرا به عنوان مسئول اول جدید انتخاب کرد. در این مراسم خانم مریخی پس از انتخاب با دست گذاشتن بر قرآن مجید و ادای احترام به پرچم ایران و آرم سازمان مجاهدین خلق ایران سوگند خورد، به تعهدات سنگین امانت و مسئولیتی که جمع مجاهدین بر عهده وی گذاشتند پایبند باشد. مریم رجبی طی سخنانی انتخاب خانم مریخی در موضع مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران را تبریک گفت. چه روز زیبایی است خواهران و برادران عزیزم. 52 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را به همه شما تبریک میگویم. شما مجاهدان و پایداران و مقاومین و ایستادگان که مایه سرفرازی و غرور و افتخار خلق ایرانید و تبریک به خاطر حیات فرخنده جنبشی که با ایدئولوژی اسلام انقلابی، پیشتاز مرزبندی و نبرد با ارتجاع و استبداد دینی بوده و بهای سنگینی برای آزادی ایران و ایرانی در چارچوب آلترناتیو دموکراتیک پرداخته است. راستش بسیار خوشحالم که امروز در نشست آخرین شور و رأی‌گیری مجاهدین برای انتخاب مسئول اول جدید سازمان حاضر هستم. راستش صحنه‌های بسیار انگیزاننده، امیدبخش و زیبایی رو در این ساعت‌ها دیدم که قبل از هر چیز درخشش شکوفایی سازمان مجاهدین خلق ایران است. قبل از هر چیز دلم می‌خواد انتخاب خواهر عزیزم زهرا مریخی رو که همگی شما اون رو به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران انتخاب کردید به همه شما تبریک بگم. شما با این انتخاب برای مجاهدین و برای کل مقاومت ایران ارمغان مهم می آوردید، هم از نظر سیاسی و هم از نظر تشکیلاتی، زیرا که این تحول مقاومت ما رو 100 چندان گسترش داده و به جلو پرتاب خواهد کرد. من راستش به چشم دیدم که چگونه مجاهدین رویان، پربار و غنی شدند. همچنین به چشم دیدم که چگونه صفی از مسئولین اول تولید شده و باز به چشم دیدم که شما چگونه در اوج آگاهی
البته در اوج مسئولیت پذیری، برای رسیدن به این هدف یگانگی و همدلی دارید. من لحظات با شکوه یک دلی و یگانگی رو در صحبت‌های خواهرانتون دیدم که از طرف خودتون به عنوان کاندیدا معرفی شدن و اومدن اینجا صحبت کردن. راستش به تک تکشون و صحبت‌ها افتخار کردم. صحبت‌های خود شما رو که شنیدم، البته زیاد فرصت نبود، ولی همینا که شنیدم، به این همه صدق و صفا و در این حال به این همه آگاهی بسیار بسیار احسنت گفتم. به این همبستگی که در اصول و در ارزش‌ها بین شما حاکمه والیدم و قبل از هر چیز این یگانگی رو در تک تک شما، در رأی‌های شما، در نگاه‌های شما و در توصیفتون از پیشرفت ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران دیدم و غرق غرور و افتخار شدم. از انتخاب کاندیداهای شما در نسل جدید، یعنی نرگس و ربیع و نسرین مسیح، تا صحبت‌های مسئولان اول این سازمان و همچنین اداره این جلسه توسط خواهر عزیزم زهره که فوق‌العاده بود، و در یک کلام از لحظه به لحظه این جلسه هم لذت بردم هم افتخار کردم، تا نقطه رأی دادن شما به خواهرم زهرا که نقطه اوج این جلسه بود. خواهرم زهرا که اینطور در کانون اعتماد و حمایت اعضای مجاهدین قرار گرفته، صمیمانه تبریک میگم. میخواهم به زهرا بگویم که این راهی است در امتداد خون شهیدان و رنج اسیران، این راهی است در امتداد همه مشقت‌ها و پایداری‌های طولانی مجاهدین و خون دل مردم اسیرمان، البته یک مسئولیت فوق‌العاده سنگین که من اون رو خیلی خوب حس می‌کنم در چهره گرفته، در رخت بربستن لبخند در این روزها از لبت. و راستش بهت حق میدم، ولی در این حال برای تو در پیش برد این مسئولیت از خدای بزرگ توانایی و قدرت و موفقیت روزافزون مسئلت دارم. همچنین میخوام اینجا از خواهر عزیزم زهره اخیانی تقدیر کنم که از سال 1390 تا امروز مسئول اول سازمان مجاهدین بوده. میدونم که این مسئولیت رو به سختی قبول کردی، ولی باید بهت بگم که در این مدت با شایستگی تمام اون رو به انجام رسوندی. درود بر تو. از یاد نمیبرم که در این دوره چه سختی ها و چه طوفان هایی علیه مجاهدین در کار بود. حملات وحوش خامنه ای مالکی، جا به جایی از رشرف و همچنین انتقال بزرگ از عراق و فشارها و محاصره ها که هر روز تنش و بحرانهای متعددی ایجاد میکرد. در همین اوضاع مسئولان شما، این زنان پیشتاز ایران،
با چه استواری و درایتی اشرف ولی برتی رو هدایت کردند. همچنین میخوام اینجا از خواهر عزیزم مشکان پارسایی تقدیر کنم که با نقش ویژش پیشبرد این نبرد سنگین رو برای مجاهدین سهل کرد و برای مجاهدین الگوی جنگاوری و مسئولیت پذیری. همچنین میخواهم از خواهر عزیزم صدیقه تشکر و سپاسگزاری کنم که در این مدت به ویژه لنگر تشکیلات مجاهدین بوده و هست. با تشکر از خواهر عزیزم فهیمه که در این سالیان در همه تلاش‌ها جلودار بوده و هست. در بیرون از اشرف هم خوشبختانه شما مسئولانی داشت و دارید، مثل خواهران عزیزم نسرین، شهرزاد و بهشته. که امور سیاسی و تشکیلاتی مجاهدین رو با همه بقرنجی ها و سختی هاش به نحو احسن پیش بردند. واقعیت اینه که اشرف و لیبرتی تجربه بزرگی است که در تاریخ ایران همیشه می‌درخشد. از جمله به این دلیل که در آن خواهران مجاهدم تک به تک از یک آزمایش بزرگ، سرفراز و پیروز بیرون آمده اند. درود بر همه شما. همچنین این دوره آزمایش پیروزمندی بود برای برادران مجاهد. نشان دادند که رهایی مردان از اسارت فرهنگ و تفکر مردسالاری امکان پذیر است. اونها در کار مبارزاتی و تشکیلاتی خود ایده برابری زن و مرد رو عملی کردند. و این برادران در اثبات ضرورت رهبری زنان پیشتاز بودند و با همین روی کرد مسئولیت پذیری خود رو به مراتب افزایش دادند. و باز در همین دوران خوشبختانه مجاهدین توانستند شورای مرکزی خود مرکب از 1000 زن پیشتاز رو تشکیل بدهند. بله، شورای مرکزی مرکب از 1000 زن پیشتاز مجاهد به عنوان یک پدیده جدید و خلق جدید. و این ثمره پرباری است که جامعه ما و به خصوص زنان و جوانان در سراسر ایران را به شورش علیه تمام غل و زنجیرها فرا می‌خواند. حالا انتخاب مسئول اول جدید بعد از این دورانها و بعد از این نشیب و فرازها تلیعه بهاری است که قطعاً سرنگونی این رژیم را نوید میدهد. در این سالیان رژیم در همه جبهه‌ها، در اشرف و لیبرتی و همچنین در همکاری با 12 دولت، در صدد نابودی و تلاشی مجاهدین بود، ولی همه این دسیسه‌ها و حملات شکست خورد و ایستادگی شما پیروز شد و این ارمغان مقاومت و ایستادگی شماست. درود بر همه شما.
تا اونجا هم که به اوضاع سیاسی برمیگردد، به نظر من انتخاب مسئول اول جدید پاسخ مجاهدین به دوران اعتلا و آمادگی اجتماعی در درون ایران است. میبینیم که مردم به جان آمده و به خصوص زنان و جوانان بیتاب و مشتاق تغییرند و نمیخواهند به زندگی تحت حکومت ولایت فقیه ادامه دهند. شرایطی است که رژیم حاکم به درماندگی حد اکثر رسیده است. این رژیم جز اهرم سرکوب چیزی برای ادامه بقا در دست ندارد. رژیمی که هیچ پلی با جامعه تحت کنترل خود ندارد. رژیمی که در قوای اخص خودش با ریزش مستمر مواجه است و موریانه بی انگیزگی به جان پاسداران و بسیجی‌هایش افتاده است. بله، چنین رژیمی بسیار شکننده است و در مقابل این مقاومت است و قیام مردم و ارتش آزادی که این رژیم قطعاً در مقابل اینها دوام نمی آورد. انتخاب مسئول اول جدید مجاهدین پاسخ شایسته‌ای به همین شرایط است. رژیم در 14 سال دوران پایداری خواب و خیال تلاشی تشکیلات مجاهدین رو میدید. در 1 سال اخیر هم که تو این رابطه بسیار 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 تلاش کرد، ولی شما در مقابل به اون یک موشک عظیم سیاسی ایدئولوژیک شلیک کردید. اون هم با یک تشکیلات منسجم و یک پارچه که حالا در اوج اطلاع به انتخاب مسئول اول جدید پرداخته اید. قبل از همه یادتون باشه که پیام این انتخاب رو ولی فقیه درمانده رژیم میگیره. این انتخاب مسئول اول جدید یک انتخاب درخشان در اوج دموکراتیسم و انسجام و شکوفایی در جنگ 1000 اشرف و در راستای سرنگونی فاشیسم دینی است که در درون مجاهدین میراث حنیف و آرمان مسعود را به اوج میرساند و در عرصه اجتماعی و سیاسی در هم شکستن طلسم ارتجاع و اختناق این رژیم را نوید میدهد. خوشا مجاهدین که در 52 سالگرد تأسیس سازمانشون در چنین نقطه‌ای هستند. به همین دلیل سالگرد بنیانگذاری سازمان رو باید به طور مضاعف تبریک گفت. سرادمرد بزرگ تاریخ معاصر ایران یعنی محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر ودی‌زادگان در تأسیس سازمان مجاهدین اونچه رو که میرا و منسوخ و استثماری بود دور انداختند و به جای اون ایده ها و راه و روش های پیشرو و آزاد کننده و بالنده رو خلق یا احیا کردند. و بدین سان سازمان مجاهدین در شورش علیه کهنگی و بنبست و خلق دنیای نو بنیانگذاری شد. اونها به قیمت جان خودشون سنت درخشان ایستادن بر سر موضع یعنی وفای به عهد رو بنا گذاشتند. پس سلام‌های بی‌پایان ما به بنیانگذاران کبیر مجاهدین که آغاز کنندگان راهی بودند که جنبش آزادی خواهی ایران هنوز مدیون آن است. و سلام ها و تبریک های بسیار به مسعود
خدا تو را نگه شیر همیشه بیدار خدا تو را نگه سلام ها و تبریک های بسیار به مسعود که این جنبش را از گردنه های سخت و هولناک عبور داده، مبانی نظری و سیاسی این مبارزه را تدوین کرده و برای تربیت نسلی که عهده‌دار و پیشتاز این مبارزه است قیمت سنگینی پرداخته است، کما اینکه مؤسس و احیا کننده یک نبرد تمام عیار علیه ارتجاع، استبداد و استثمار بوده و ارزش‌های مبارزاتی و آرمانی این مقاومت را مرحله به مرحله فراگیرتر و نافذتر کرده است. اگر تمام این 52 سال رو از نظر بگذرانیم، چکیده تاریخ مجاهدین این است که این سازمان دژه استوار آزادی ایران و سازنده و الهام بخش ارزش‌های پیشرو مبارزاتی و آرمانی است. مبارزه‌ای که تا سرنگونی استبداد مذهبی و نفی هر جنسی از بهره‌کشی و تبعیض ادامه دارد. خوشا مجاهدین که در مبارزه برای پیش بردن این هدف قاطع و بیشکاف و بیتردید ایستاده اند. کوها لرزیدند اما مجاهدین برای سرنگونی ولایت فقیه از جای خود تکان نخوردند. و خوشا به جوانان و زنان ایران که از چنین گنجینه عظیمی برخوردارند تا بتوانند به نقش تاریخی خود پاسخ بدهند و بر دیکتاتور جبار و جلاد و شیاد بشورند و سرنگونش کنند. و درود بر همه هموطنان شریف آزادی که هر گونه همراهی با رژیم ولایت فقیه را خط قرمز پیکار آزادی اعلام کرده و به آن قیام کرده اند. به همه شما سالگرد تأسیس سازمان و همچنین انتخاب خواهرم زهرا به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران رو تبریک میگم و اطمینان دارم که با این انتخاب و با این عزم‌های راسخ شما بی تردید راه گشای آزادی و پیروزی خواهید بود. درود بر همه شما.